در یک هفته اخیر دو حادثه ناگوار در ازبکستان رخ داد که باعث واکنش های گوناگون در جامعه این کشور شد. نخست صاحب کار در قشقدریا معاون رئیس حاکم ناحیه را که برای چپه کردن کارگاه او آمده بود بنزین پاشیده آتش زد. در حادثه دیگر برعکس زن کشاورز مانع تخریب کشتزار و باغ بنیاد کرده اش برآمده به نشان اعتراض به سر و روی خود بنزین پاشید و تهدید کرد که خود را آتش میزند. در این باره صحبت داشتیم با سراج الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی، و نخست از او پرسیدم که چرا صاحب کار معاون رئیس حاکم ناحیه را آتش زد. معاون حاکم میگوید که بولدوزر را استفاده میکند و راننده بولدوزر نیز میگوید که این کار را نمیتواند کند چون در دکان آدم ها کار میکنند. ولی با وجود این معاون حاکم تصمیم میگیرد که خودش راننده کند و با بولدوزر همون دکان را تماما ولانگار کند. بر ضد این دکاندار برمیآید و میگوید که یا آتش میزند او را یا باید از بولدوزر بیرون آید. معاون حاکم میگوید که نه، دکاندار خیلی خشمگین میشود و بنزین انداخته به سری به تمام وجود معاون حاکم به او آتش میزند. در نتیجه 40% بدن معاون حاکم سوخته است و پلیس، کارمندان پلیس آمده این دکاندار را به محبس بردند. در شبکه های اجتماعی همچنان نوار نشر شد که در آن برعکس یک زن کشاورز به سر و روی خود بنزین پاشیده در نزد کارمند میلیسه تهدید میکند که خود را آتش میزند. اعتراض این زن از چیست؟ آنها آمدند و با چند تراکتر ده ها نفر پلیس میخواستند تماما این باغزار را تماما ولانگار کنند. گفتند که این را به کلاستر میدهند. کلاستر این برنامه دولتی است که دولت میخواهد زمین های کلان را به فرمین های ابرقدرت، یعنی که مالکیت زیاد دارند، به آنها بدهد. ولی فرمین های کوچک از این خیلی ضرر زیاد میبینند. بالاخره زن این فرمر میبرد، میگوید که یا شما از اینجا میروید و یا به خود من آتش میزنم، و پیش همه به خودش بنزین میریزد. بالاخره این حرکت خیلی خاطیانه او حکومتداران را مجبور کرد که از کارشان بازیستند و این جریان نیست به مرافعی جنایی یا که ادمینستراتیوی کشیده شد. ولی نمیدونیم که نتیجه چی میشود. بالاخره این نیست، یک برنامه دولتی است. دولت میخواهد از مهنت مجبوری دست کشد و با کمک دادن به فرمرهای کلان، زمیندارای کلان، این مسئله را تماما از بین ببرد. تشکر به همکارم سراج الدین اسلام برای صحبت. اعتراض های علاهیده ساکنان ازبکستان به دو اصلاحات، دهه آباد و بزرگ کردن خواجگی های دهقانی با نام کلاستر، ربط دارد که پرزیدنت شوکت میرزیویف آن را پیش می برد. در دایره تشبث دهه آباد قرار است بنا و انشاءات حدود 450 دهه تخریب و از نو بنیاد کرده شود.